داشت سرویس سر بزنه موفق نشد. یک بار دیگه، یک ارسال دیگه، فرصت برای تراکتور، برای شجاعی که ضربه رو میزنه و خطیر مانع ورود توپ. یه پاس عالی، فرصت برای تراکتور، اکبر ایمانی جلوتر میاد، موقعیت عالی و خطیر که ضربه ایمانی در این دیدار این تلسم و این رکورد بعد هم شکسته میشه. البته تا این لحظه یه زبی راه دور و خطیر که توپو در اختیار کردند. ببینیم که چه تصمیمی داره اشکان دژاگه برای ارسال این توپ. بلند میفرسته پشت محوطه جریمه و حسین خطیر. هدف اصلیش گل نخوردن در این مسابقه هست و نیم نگاهی به سه امتیاز و خروج دروازه‌بانی به نام حسین خطیر که با مسعود شجاعی آغازگر بازی برای تراکتور از میانه میدان با این ضربه بلند به داخل محوطه جریمه، نقطه‌ای که مهاجمی از تراکتور حضور نداشت. داور توجهی نداره. شجاعیان، مهدی پور، یه ضربه از راه دور در شرایطی که جایگیریش خوب بود بدون پاس نمایشی فرشید اسماعیلی. دوباره ادامه مسابقه، فرصت ضربه زدن، توپ باز زده میشه به سمت دروازه نساجی، کمونه میکنه و آرام در اختیار خطیر قرار میشه به غلامی. قائدی خوب میاد از هافکا توپ میگیره، میزنه ضربه رو در دو مرحله. خطیر توپ ارسال انجام میشه، یه ضربه سر و عکس العمل زیبای حسین خطیر که توپ رو با یک واکنش زیبا در اختیار میکنه، ضربه سری که به این شکل نگاه کنید انجام داد برای گلگوهر. یه ارسال تند و تیز، توپ میاد به محوطه جریمه، موقعیت برای گلگوهر. ببینیم دروازه رو باز میکنن یا نه. چه واکنشی نشون داد خطیر. ببینید در تصویر آهسته چه موقعیتی، یه تو سر توپ خوب. اما خطیر صادقی هم اگر موقعیت پیدا بکنه، بازیکن شوت زنی آشوری میاره به چپ، موقعیت برای بازیکنان گلگوهر و چیزی نمونده بود یونس شاکری برای بار دوم دروازه نساجی رو باز بکنه. خطیر یه بار دیگه دروازه‌اش رو نجات میده. صادقی با میاد به سمت راست، یه پاس در عمق خوب دید محمود آبادی رو، اما ضربه محمود آبادی کمجون بود و خطیر اون رو در اختیار گرفت. گلگوهر مدافعین نساجی هم حضور دارن، چقدر خوب رو انداخت. توجه به تعداد بازیکنانی که در لیگ برتر داره، هرچند که تنها نماینده مون در لیگ برتر با مشکلات زیادی دست و پنجه درد میکنه. نگرانن کادر فنی نساجی. یه ضربه سر و شجاعی خطیر که توپ رو در اختیار میگیره. قدرت لازم نداشت این ضربه سر در این لحظات داشتن برای انجام کارهای تهاجمی. خروج خطیر از دروازه و به هر ترتیبی توپ از محوطه جریمه خاک توپ مهار میکنه و وارد زمین حریف میشه. اکبر ایمانی پشت محوطه جریمه، فرصت برای تراکتور و خطیر که از دروازه بیرون میاد و توپ در آغوش میکشه. سر بالا توی آم، یه اشتباه، توپ کمونه میکنه در اینجا. خطیر هستش که توپ از پیش روی قائدی میگیره و اجازه نمیده دروازه نساجی باز بشه. دانشگر حالا در فضای مناسب، یه چرخه شده تعادلش به هم میخوره و بیرون میاد خطیر. بعد از دادن چند پاس ضربه به چارچوب بزنن که خطر جدی باشه، خیلی توفیق حاصل نشد برای شاگردای فکری. نادری اونجا در خروجی که خطیر داشت اجازه خطر جدی رو همراه داشته باشه. یه پاس در اون برای حامد پاکدلف در محوطه جریمه، یه ضربه و توپی که با اختلاف از زاویه مخالف به بیرون زده میشه. احتمال اونجا یه لحظه قطع کردن. یه پاس در آن، فرصت برای پاکدلف و حسین خطیر که از دروازه خارج شد و توپ رو با پا به بیرون فرستاد.
دروازه‌بان نساجی باید بازی رو دوباره به جریان بندازه. داور این دیدار مرتضی منصوریان هست، یعقوب سخندان کمک داور اول، کمک داور دوم ایمان بابایی که بهترین گزن ماشین سازی در نیم فصل اول بود. اگر این دو مهاجم خطرناک به خوبی تغذیه بشند از سوی هافبک تر میکنه حسین خطیر. شاید اولویت اول این تیم کسب حداقل امتیاز این مسابقه باشه. دژاگه توپ به او برخورد کرد ولی از پاش جدا شد. میشه گفت حساس ترین بازی این هفته است به همراه زوباهن و ماشین سازی یا برگزار خواهد شد. و نهایتا خطیر رو صاحب توپ میکند. خطیر زبیه او میانه میدان فرود میاد. 34مین دقیقه دیدار، نتیجه همچنان 1-1 مساوی با گلی که این چهره به همراه رحمتی به ثمر رسوندند. یه پاس بلند داخل محوطه جریمه و خروج خطیر از دروازه خیلی سریع بازی رو به جریان میندازه، چون میدونه که لحظات سعی میکنه که با خون سردی احساس خودش رو پیدا بکنه در این دیدار ورزشگاه آزادی خالی.